یک روز پس از آن که ایالات متحده نام سپاه پاسداران ایران را در فهرست سیاه گروه‌های هراس افکن جا داد، شورای عالی امنیت ملی ایران، فرماندهی مرکزی آمریکا که نیروهای آن در افغانستان نیز حضور دارند، گروه هراس افکن اعلام کرد. حتی خبرگزاری دولتی فارس ایران 4 آمریکایی کشته شده در حمله دوشنبه طالبان را در بگرام هراس افکنان نامید. عکس العمل ایرانیا منافع ایالات متحده آمریکا را در داخل افغانستان و به خصوص در غرب متاثر خواهد ساخت. سپاه پاسداران ایران از بهر آنچه که مبارزه در برابر گروه داعش گفته می شود، هزاران پناهجوی افغان را زیر نام لشکر فاطمیون برای جنگ به سوریه فرستاده است. در قصد امریکای قواتون پا افغانستان که دی امکان داری سلدق فاطمیون دوی استفاده و که اما هلوی خواب ممکن دوی استفاده که بلی خواهد افغانستان تو کارو که به ایران مداخله کهی. اکنون که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران وارد یک مرحله جدی‌تر شدند، نگرانی‌ها از پیامدهای ناگوار این تنش‌ها بر اوضاع افغانستان نیز بیشتر شدند. کولای سی چه د جنگ لړۍ لک تند کی او تاوتریخوالی زیاد کی او د افغانانو مادی او معنوي شتمنۍ تا زیاد ورسید. خود همین اختلافات مشکل ایجاد میکنه. هر قدر که وضعیت منطقه آشفته بشه، آشفتگی از او مردم متضرر میشه. ایران بارها به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم شده است، چنان که فرماندهی پلیس غزنی در ماه دسامبر از کشف جنگ افزارهای ساخت ایران در این ولایت خبر داد.